خب درود به همه دوستان، امشب زیاد تأخیر نداشتیم، 16 دقیقه حتی دوستان اضافه بشن به جمع ما. درود به همه عزیزان، درود بر شما. درود جناب مهربانی. نه 20 دقیقه نه 16 دقیقه امشب تأخیر داشتم، اونم به دلیل این بود که داشتم هماهنگ میکردم برای فردا مراسم، یعنی دوستان داشتن اطلاع میدادن فردا در سنندج مراسم جاویدنام هومن عبداللهی رو، اونو داشتم صحبت میکردم که حالا تا اومدم پست بذارم و بیام، عرض کنم 20 دقیقه 16 دقیقه دیر شد. خب درود مجدد به همه دوستان، امروز یک شنبه 25 دی ماه، همونجوری که گفتم توضیح دادم، فردا دوشنبه 26 دی ماه در سنندج روستای حسن آباد، همینانی که در سنندج و در شهرهای اطراف هستید، فردا مراسم جاویدنام هومن عبداللهی هست، جوانی که به دست مزدوران کثیف جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم گلوله مورد هدف قرار گرفت و بعد به بیمارستان کوثر سنندج انتقال پیدا کرد و همون موقع هم در حقیقت توی بیمارستانشون تموم کرده بود. جمهوری اسلامی خیلی تلاش داشت پیکرشون رو از بیمارستان بدزده، ولی خب با همت هممیهنان در سنندج این اجازه به جمهوری اسلامی داده نشد، هرچند پیکر به صورت شبانه یعنی ساعت 3:30 شب همون شب 3:30 شب این پیکر به خاک سپرده شد. امثال هومن عبداللهی ها زیادن، مخصوصا در شهرهای کردنشین ما که کسی صداشون رو نشنید، کسی نامشون رو نمیدونه، رسانه ها در موردشون صحبت نمی کنن و توی این آمارهای سازمان های حقوق حشری هم نامی از این هم میهنان نیست، زیادن در شهرهای مختلف مخصوصا در شهرهای کردنشین ایران. بنابراین همیهنانی که در سنندج یا اطراف هستید، فردا ساعت 2 بعد ظهر روستای حسن آباد آرامستان روستا همیهنانمون اونجا هستن برای گرامی داشته 40 روز قتل حکومتی جمهوری کثیف آخوندی در مورد هومن عبداللهی. این پست رو من گذاشتم روی برگه، دوستان میتونن اینو بردارن و به عنوان روی برگاتون پست کنید. امیدواریم که همیانان زیادی برن. چند تا اتفاق میفته اگر حضور جمعیت زیاد باشه، چند تا اتفاق میفته. یک، تمام تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در داخل و اراذل و اوباشش در خارج از ایران انجام دادن که این مردم رو از هم جدا کنن، دوباره برای هزارمین بار تو دهنشون میخوره وقتی مردم حضور داشته باشن. و دو، خانواده هومن عبداللهیان کسی دیگه است، هومن عبداللهی میفهمن و میبینن و مردم رو حس میکنن در کنار خودشون و یک نوع دلگرمی برای خانواده است که عزیزشون رو از دست دادن. بنابراین سعی کنید تبلیغ کنید، پخش کنید، یا اگر کسی رو میشناسید توی سنندج و اون اطراف حتما واسهش بفرستید و ازش بخواید که در این مراسم شرکت کنه. امیدوارم در این مراسم های جاویدنامان در سنندج خیلی اتفاقات به قول معروف خوبی افتاده در حین این مراسم ها، شعارهایی که مردم سر دادن حتما دیدید در مراسم 40 جاویدنامان در گذشته چند روز پیش، شعارها شعارهای ایرانگرایانه بود، می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم، این گل پرپر شده هدیه به میهن شده، و این نوع شعارهایی که تمام این داستانهای خارج از کشوری رو، شامورتی بازی رسانه‌ای رو در هم میشکنه.
خیلی مهمه اگر دوستانی حضور پیدا میکنن در، حالا چه در این مراسم یا در مراسم های مشابه، یادتون باشه هدف ایرانه و باید شعارها به سمت پس گرفتن کشور ایران باشه. خیلی دوست دارن ما رو تقسیممون کنن، بگن این کرد دنبال تجزیه است، اون نمیدونم بختیاری دنبال فلانه، اون یکی عرب زبان دنبال تجزیه است و همسال این داستان ها. ولی وقتی هر کجای ایران جمعیتی جمع میشن به هر بهانه ای و فریاد میزنن ایران رو پس میگیریم، کل این سناریو ها باید حواس. بنابراین در این قسمت اول گفتم در مورد این مراسم فردا، امیدوارم که دوستان حتما شرکت کنن. در مطلب دوم، بعد از این که این شامورتی بازی جدید سروسی و اصولگرایی در خارج از کشور، یعنی همین جریان مشروطه که دیشب و پریشب و یک شب قبلش در موردش صحبت کردیم، خوشبختانه آگاهی هم میهنان به قدری بالاست و به قدری بالا بود که من فکر میکنم این جریان دیگه در نطفه خفه شد و دیگه کمر راست نخواهد کرد و اینا دیگه نمیتونن به قول معروف، حالا هر چقدر همین رسانه ها ببرن اینو بیارن اونو بیارن تبلیغ کنن، دیگه مردم انقدر آگاه شدن به لطف این فضای مجازی. یعنی واقعا این فضای مجازی درست ضررهای بسیاری واسه امثال ماها داره، ولی سود بسیاری هم داره برای آگاهی رساندن، به شرط اینکه اون شبکه یا اون کانال یا اون بخشی یا اون منبعی که داره آگاهی میده اطلاعاتش درست و دقیق باشه، روی حساب کتاب باشه. البته خود در همین فضای مجازی هم بودن خیلی هایی که در همین چند روز گذشته از این جنبش به قول معروف مشروطه آقای حجت الله کلاشی حمایت میکردن، تبلیغ میکردن براش. حالا امیدوارم همیانانی که این صدا رو میشنون برید و اونها رو مجبور کنید به پوزش خواهی از مردم ایران. یه ویدیویی گذاشتم دیشب توی برنامه نشون دادم، یه بخش دیگه اون یکی ویدیویی که قرار بود نشون دادم رو قرار بود پست کنم که نرسیدیم، سعی میکنم امشب اون بخشش هم پست کنم. و برید این ویدیویی که همین دو تا پست قبل از این لایف روی برگه گذاشته شد، ویدیویی که نوشته شده روش، ببینید چگونه میخوان سر سامانه پادشاهی رو ببرن و ایران فدرال رو به پاچه مردم بچکونن. همین ویدیو یک دقیقه و خورده ایه، شما همین رو ببرید به اون آقایون که حمایت میکردن، برنامه میذاشتن، لایف گذار بودن از این جریان حمایت میکردن، به اینو نشونشون بدید و ازشون بخواید بیان از مردم پوزش خواهی کنن. اینجا اون جریان کرم شب تا وستا، یعنی به هر بی بوته‌ای که میاد حالا دوربینشو باز میکنه، لایفشو باز میکنه و به قول معروف، بله امروز شیر سرویس شد، به قول معروف حالا یه تعداد آدم رو دور و بر خودش جمع میکنه، حالا این میشه برای ما یک منبع خبری، مثل قارچ هم میزنن بیرون. اینا رو باید توی دهنشون زد، اینا رو باید مجبورشون کرد بیان به مردم بگن ما غلط کردیم، بیان به مردم بگن ببخشید ما رو، بیان به مردم بگن ما حتی اگر نمیشناختیم هم اشتباه کردیم. و یادتونم باشه دوستان، در مسیر مبارزه و در مسیر سیاست شما به هر شخصی یک بار بیشتر فرصت ندید. اگر یه روزی دیدید رستاخیز سیمرغ راجع به یه مطلبی اشتباه کرد و به بیراهه برد اون جریان رو، رستاخیز سیمرغ رو فراموش کنید. چون وقتی من انقدر من یا جناب کمالپور انقدر توانایی نداشته باشیم که بتونیم یک بازی رو تشخیص بدیم یا تحلیل کنیم، بعد بیاییم به مردم بگیم به به چه چه مردم برید دنبال این قضیه دیگه همه چی تمومه، خب ما دیگه، یعنی نشون میده که ما آدمای توهیی هستیم، چیزی نداریم. اون کسانی که با هر کشمشی به قول معروف گرمیشون میکنه، با هر جوی سردشون میکنه، اونها همونایی هستن که مردم رو میفرستن دنبال نخودسی ها، مردم رو میفرستن تو باقالی ها، مردم رو گمراه میکنن. پس اگر کسانی رو توی این چند روز دیدید توی فضای مجازی که تبلیغ میکنن برای این جریان، و اگر هنوز به قول معروف دارن تبلیغ میکنن یا به قول یارو گفتنی چی میگن انگار نه انگار اصلا فراموش کردن، برید مجبورشون کنید که بیان بگن ببخشید اشتباه کردیم و غلط کردیم. اگر این کار رو بکنید دفعه دیگه اینها هر سیب زمینی که اعلام موجودیت کرد رو نمیان به عنوان یک مرغ برشته برای مردم تبلیغ کنن.
خیلی مهمه اینا، اینا رو باید تو دهنشون زده بشه. چرا اینو میگم؟ چون رسانه‌ها که در اختیار مافیای ایران ستیزه، فضای مجازی هم که حالا امثال ما هم میتونیم صحبت کنیم، یه سری آدم اومدن این وسط و اینها هم مدام شروع میکنن به گلالود کردن آب و همینها باعث اختلاف بین هممیهنانی میشن که توی فضای مجازی دنبال راهن، دنبال آگاهیان، دنبال اینا که ببینن چه اتفاقاتی داره میفته و چیکار باید بکنن که انقلابشون و رستاخیزشون دزدیده نشه. حالا اگر انچوچک هایی توی فضای مجازی هستن که این وسط میان یه پرچم شیر خورشید رو هم میذارن، جاوید شاهشون هم مثلا میگن، از خاندان ایرانساز پهلوی هم دفاع میکنن، اما هر چلغوزی اومد اعلام موجودیت کرد و میان بولد میکنن و شما مردم رو تشویق میکنن که برید تو سنگر اینها، اینها رو باید یه درس درست حسابی بهشون داد. اینم یکی از وظایف دوستان در فضای مجازی. خب برگردیم بریم روی بحث خودمون، جریان خودمون که چند شب نتونستیم در موردش صحبت کنیم. آقا قبلش من تو پرانتز یه چیزی بگم دوستان. خیلی از دوستان سوال پرسیدن، حتی دیشب در یک اسپیسی هم ما بودیم، جناب مهربانی هم بودن، جناب کمالپور هم بودن. خیلی ها میگفتن که خب آقا شما که اینو میگید بده، اونم میگید بده، اینم بده و ما هم میگیم بده، چرا نمیاد یک حزب درست کنید؟ چرا نمیاد شما یک حزب درست کنید؟ ببینید دوستان، قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی در این مقطعی که ما هستیم، وقت حزب و حزب سازی و این مسائل نیست. یعنی اگر امثال ماها بریم وارد جریان بشیم که بخوایم حزب بسازیم و وقتی حزب رو اومدی بسازی، آدمها رو پیدا کردی، اولا که سرمایه میخواد، دوما دیگه از مسیر مبارزه خارج میشی، میری تو مسیر سیاست، میری تو مسیری که باید دیگه اونجا منافع خودت و جریان خودت رو در نظر بگیری. حزب همینه، کسی که عضو یک حزب میشه تمام تلاش و کوششش اینه که منافع حزبش تامین بشه، نه منافع کشور. دقت کنید این مطلب رو. کسی که امروز بیاد میگه من میخوام حزب بزنم یا حزب ساختم یا حزب زدم، اولا که حزب باید بر مبنای یک قانون اساسی باشه. یعنی شما تا قانون اساسی ایران، دو تا قانون اساسی بیشتر نداریم که الان، یکی قانون اساسی مشروطه است، یکی هم قانون اساسی کثیف جمهوری اسلامیه. حالا شما میخوای حزب بزنی، حزب باید بر مبنای قوانین اساسی اون کشور حزبت رو پایه‌گذاری کنی. اگر الان در قانون اساسی جمهوری اسلامی میخوای حزب بزنی، بند اولش اینه که شما باید به ولایت مطلقه فقیه ایمان داشته باشی و در مسیر دفاع از ولایت فقیه بی پدر مادر تمام تلاش تو بکنی. این بند اصلی حزبته. پس اگر شما میگی من مخالف جمهوری اسلامی ام و میخوام حزب بزنم، باید بری مشخص کنی که حزبت بر پایه چه قانونیه. پس بر پایه قانونی جمهوری اسلامی که نیست، میاد بر پایه قانون اساسی مشروطه. قانون اساسی مشروطه هم قانونی که سال 57، فاجعه 57، از بقول معروف چرخه سیاسی اقتصادی ایران خارجش کرده، چون باید یک سری اصلاحات در این قانون انجام بشه و شاید بسیاری از موارد این قانون در آینده، یعنی بعد از رفتن جمهوری اسلامی، تغییر پیدا کنه، بنابراین شما روی اون قانون هم نمیتونی حزب درست کنی. چرا نمیتونی حزب درست کنی؟ چون اگر میگی این قانون اصول حزب منه، باید یک مرکز حکومتی هم باشه که این حزب شما رو تایید کنه و بگه شما اگر این حزب رو زدی طبق این قانون اساسی مشروطه، شما میتونی حزبت رو بزنی، یا این بندش زیاده، این بندش کمه، میتونی اصلاحش کنی. پس قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی، هر کسی بیاد مدعی بشه که ما حزب ساختیم و حزب رو انداختیم، داره به شما دروغ میگه، داره به شما یک چیز آبکی رو میفروشه. در زمان جنگ، یعنی الانی که ما درش هستیم، ما نیاز به سیاست بازی نداریم. حزب یعنی سیاست بازی، یعنی شامورتی بازی، یعنی شارلاتان بازی. واقعیت حزب اینه، یعنی شارلاتان بازی، یعنی بتونی
بری با بخشی از ساختار حکومت و بخشی از ساختار قدرت از نظر اقتصادی در یک جامعه زد و بند کنی، با یه سری کمپانی ها زد و بند کنی که این کمپانی ها بیان پشت حزب شما و شما بتونی در یک انتخاباتی رأی مردم رو به نفع خودت بگیری که خودت به قدرت برسی. حزب یعنی این، یعنی من حزب تمام تلاشم رو میکنم، دروغ میگم، شارلاتان بازی میکنم، همه کاری میکنم که بتونم رأی مردم رو بگیرم، حالا اگر شد با یه پرس چلو کباب مثل یعقوب رضازاده، رمضانزاده، یا اگر نشد با پول و امثال هم رأی مردم رو بخرم که حزب من بتونه حزب حاکم بشه که بعد بتونه نخست وزیر معرفی کنه یا رئیس پارلمان معرفی کنه یا امثال اینها. پس وقتی شما میخوای وارد حزب بشی، از داستان مبارزه فاصله گرفتی، یعنی از داستان سرنگونی جمهوری اسلامی فاصله گرفتی، رفتی دنبال منافع خودت که سازوکار رو تشکیل بدی که در آینده بتونی از این ساختار و از این سازوکار بهره‌برداری سیاسی اقتصادی بکنی. حالا کسانی که وارد حزب میشن دیگه باید بحث مبارزه رو فراموش کنن. چرا؟ چون اولویتشون میشه مسائل و قوانین موجود در حزب، یعنی اینها دیگه آدم آزاد نیستن، دیگه سرباز برانداز نیستن، آدم هایی هستن که زیر چتر یک حزبن و اون حزب سازوکار داره، راه و روش داره، قوانین داره. حزبی که اصولی باشه، یعنی ثبت بشه، یعنی طبق قانون در وزارت امور خارجه اون کشور، وزارت کشور اون کشور ثبت بشه. پس آدم هایی مانند ما اگر بیایم بخوایم وارد این جریان ها بشیم، از مبارزمون دیگه باید با مبارزه خداحافظی کنیم. خیلی راحت بهتون میگم، دیگه باید با مبارزه خداحافظی کنیم، چون نمیتونی یه سری حرفایی رو بزنی که اون حرفا وقتی زده میشه اون کسی که قراره بیاد با شما اتحاد کنه برای اون حزب، ممکنه منافعش توی همین گفتار شما به خطر بیفته. یا مثلا مایی که میخواییم مبارزه کنیم، میایم یک جریان مافیایی رو افشا میکنیم. وقتی وارد حزب بشی، چون اون جریان مافیایی یکی از حامیان اون حزب هست یا در آینده خواهد شد، شما نمیتونی بر علیه اون مافیا بیای صحبت کنی. چرا؟ چون منافع حزبیت به خطر میفته و اگر منافع حزبیت به خطر بیفته، شما یک امتیاز منفی و ممکنه از اون حزب اخراج بشی. حزب در حقیقت کارش اینه، شارلاتانبازی، دروغگویی و فریب مردم برای اینکه خود من حزب بتونم مقام بالاتر بگیرم. دعوا سر قدرته توی حزب، دعوا سر قدرته. بحث ما مردم ایران امروز دعوا سر پس گرفتن کشوره، دعوا نیست، جنگه، جنگه. ما الان تو جنگیم، با یک جمهوری اهریمنی در جنگیم. پس اگر امروز به بهانه حزب یه سری نیروهای فعال با وعده و وعید یا با پول یا با هر چیزی از سنگر مبارزه کشیده بشن بیرون و برن در جریان حزب، این وسط کی نفع میبره؟ به سود کیه؟ به سود جمهوری اسلامیه. برای همینه که امثال ماها حتی اگر بخوایم حزب هم بزنیم، حتی اگر آدمش رو هم داشته باشیم، چون اون امکانات و اون حمایت مافیایی رو نداریم، بنابراین به جایی نمیرسه و همون در نطفه خفه میشه، تمام میشه میره، هیچکی هم در موردش حرف نمیزنه. برای همینه که شما میبینید برای حامد استالینیون جریان درست میکنن، برای قومیکلا جمعیت جمع میکنن، برای این آقای حجت الله لاشی جمعیت جمع میکنن، سایبری ها دنبالشون میفتن، چون اینها وظیفه دارن که به نام حزب، یکی از وظایفشون به نام حزب، میدان مبارزه با جمهوری اسلامی رو از تعداد آدمهای مخالف کم کنن، اینا رو بیارن تو جریان حزبی و بعد بگن حالا من حزب به شما میگم چجوری عمل کن. مطلب دوم، کسی که وارد حزب میشه اسمش فعال سیاسیه، دیگه مبارز سیاسی اسمش نیست. فعال سیاسی کسی است که بر اساس منافع شخصی و منافع جریانی گاهی اوقات با یک بخشی ائتلاف میکنه،
گاهی اوقات اتحاد میکنه، گاهی اوقات مخالفت میکنه، گاهی اوقات پشت پرده دوسته، در ظاهر دشمنه، چون منافعش اینه. چون منافع حزب فعال سیاسی منافع شخصیشه، براش مهمه که در تلویزیون رژیم اینترنشنال بهش 5 دقیقه برنامه بدن، بسیاری از اصول مبارزاتی رو زیر پاش بذاره. حزب فعال سیاسی کسیه که توی لایف هاش میاد میگه رضا شاه روحت شاد جاوید شاه، بعد میره تو تلویزیون شهرام همایون حمله میکنه به پادشاه ایران. دیدید این آدم رو؟ اینا فعال سیاسی هست. معصوم قومی کلایی فعال سیاسیه، حامد استالینیون فعال سیاسیه. اینایی که توی رسانه ها بهشون برنامه داده میشه، اینا فعال سیاسی هست. و چون فعال سیاسی هن توی اون رسانه میرن، باید خطوط قرمز اون رسانه رو هم رعایت کنن. و وقتی خطوط قرمز اون رسانه رو رعایت میکنن، بین مردم، بین جامعه و این آدم ها فاصله میفته. یه کسی بود توی فضای مجازی، چی بود؟ آقای خسرو صمدی. ایشون وقتی لایو میذاشت، توی لایواش مرتب جاوید شاه میگفت، ولی شهرام همایون بهش گفت بیا من یک ساعت در هفته بهت برنامه میدم، ولی به یه شرط. شرطش اینه که جاوید شاه رو نگی و اون چیزی که من بهت میگم رو بگی. اون چیز چی بود؟ حمله به شاهزاده رضا پهلوی، که این کارم کرد یادتونه که. بعد از اونجا انداختنش بیرون، رفت توی تلویزیون دیگه دوباره جاوید شاه رو قورت داد خورد. اینا فعال سیاسی هست. امثال ما مبارز سیاسی، مبارز سیاسی برای منافع و امثال هم تغییر مسیر نمیده. مبارز سیاسی یک هدف داره و برای اون هدفش میجنگه و توی این مسیر جنگ با هیچ بنی بشری هم شوخی نمیکنه، تعارف هم نمیکنه، مصلحت هم حالیش نیست. سربازیه که تو خط مقدم باید بجنگه، اگر نجنگه هممیهنانش یا همرزمانش پشت سرش آسیب میبینن. اشتباه ما مردم میدونید کجاست؟ دو تا اشتباه ما داریم. یک، به ما گفته بودن رسانه های فارسی زبان خارج از کشور اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست و ما مردم داخل ایران نشسته بودیم که ببینیم این اپوزیسیون چیکار میکنه. حالا این اپوزیسیون بخشیش پرچم شیر خورشید داشت، بخشیش پرچم شیر خورشید نداشت. یادتونه دیگه، شهرام شارلاتان و نوریزاده و پارس و مارس و امثال اینها. اینا شده بودن اپوزیسیون، در حقیقت اینا اپوزیسیون نبودن، اینها شعبات خارج از کشور صدا و سیمای جمهوری اسلامی بودن و در حقیقت مالکشان جمهوری اسلامی بودن یا سوپاپ اطمینان های جمهوری اسلامی بودن. رسانه های فارسی زبان رو میگم. یه اشتباه ما بود. اشتباه دوم ما تو مسیر مبارزه، ما بخشی از ما میفتیم دنبال فعالان سیاسی، چون تعریف فعال سیاسی و مبارز رو یا مبارز سیاسی رو نمیدونیم، اشتباهی میفتیم دنبال فعال سیاسی. آقا فلان کسک تو تلویزیون برنامه داره، خب حرفای خوبی میزنه، خب دیگه چی؟ این ایشون آدم درستیه، خب حالا اینو مبارزه داره میگه بچهای داخل ایران، آقا این آقا آدم درستیه. من ازش سوال پرسیدم، گفتم هم میهن من، شما از این آقایی که میگی برنامه داره توی این تلویزیون تا حالا در مسیر مبارزه چه چیزی یاد گرفتی؟ برام بگو چی یاد گرفتی از این آدم؟ میگه هیچی، میاد فوش میده به این، فوش میده به اون، فوش میده به این. میگم برای مبارزه چی یاد گرفتی؟ میگه برای مبارزه هیچ. میگم پس اون آدم فعال سیاسیه، مبارزه سیاسی نیست. شما وقتی میخوای تو مسیر مبارزت انتخاب کنی، اگر افتادی دنبال فعال سیاسی، اگر افتادی دنبال فعال سیاسی، هر کجا اون فعال سیاسی بره تو اتوماتیک پشت سرش میری، تو اتوماتیک پشت سرش میری، چون به اون شخص یک نوع تعصب پیدا کردی. اما وقتی هدفت سرنگونی باشه و خودت رو سرباز برانداز جمهوری اسلامی ببینی، به اون فعال سیاسی اهمیت نمیدی، چون صحبتای اون فعال سیاسی به درد تو نمیخوره. به درد تو چیزی میخوره که توی میدان بهت کمک کنه. میدان کجاست؟ خیابون‌های ایران. نه شاهزاده که اصلا پادشاه ایران، اصلا من پادشاه رو که بذاریم کنار، اصلا من راجع به
انچوچک ها دارم صحبت بکنم، پادشاه که. پس تو مسیر مبارزه اگر نگاهت به فعال سیاسی باشه، میشه مثل آدم هایی که یه روز دنبال مسیح قومی کلا هم اصلاح طلب هم، دوباره فردا مسیح قومی کلا میاد میشه تحول خواه، دوباره دنبال مسیح قومی کلا هم حالا تحول خواه هم، سه باره قومی کلا میشه تجزیه طلب، حالا دوباره دنبال قومی کلا تجزیه طلب هم، چهار باره قومی کلا میخواد حالا برگرده به عصر طلایی امامش. این آدم هایی که مسئول قومی کلایی رو قبول کردن، اینها هم دنبال اصل طلایی خمینی میرن. یعنی ببینید چجوری با یک شخص، یک فعال سیاسی و رسانه میتونن بخشی از جامعه رو همینجوری دور خودشون تاب بدن، اتفاقا بخش اکتیو جامعه رو، یعنی بخشی که میخواد بیاد حرکت کنه. اما چون نگاهش اشتباهی قفل شده روی یک فعال سیاسی، بنابراین هر کجا اون فعال سیاسی میره، این نگاه این آدم ها هم همینجوری دنبال اون فعال سیاسی میره. و این یکی از ایرادهای ما مردم ایران در کل قیام هامونه. یعنی از قیام های 90، از قیام 94 به این ور، 88 که یه داستان دیگه بود، از قیام 94 به این ور تا 98، تا آبان 98، نگاه ها درست قفل شده بود، نگاه ها درست قفل شده بود، به رسانه ها قفل نشده بود، به شخصیت های فیک رسانه ها قفل نشده بود، تو فضای مجازی قفل شده بود. و دیدید نمونهش رو اتفاقاتی که افتاد آبان 98 یا دیمای 96 یا حتی آبان 1394، رسانه ها اومدن دیدن این نگاه مردم دیگه به این رسانه ها اعتماد نداره، چون آدم ها همه تکراری هن، یه مش فسیل 57 از این سوراخ میرن تو اون سوراخ، از این سوراخ میرن تو این سوراخ، این یکی با اون برنامه میذاره، اون یکی اینو دعوت میکنه، این به اون فوش. دیدی یادتونه که رسانه ها رو اومدن چیکار کردن؟ اومدن رسانه جدید زدن، دیگه از اون فسیلا به عنوان برنامه گذار استفاده نکردن، اتفاقا انچوچک ها یا ملوسک های بزک شده ای رو آوردن و اینها شدن سکاندار رستاخیز ها در ایران. توی این رسانه ها نگاه کنید، من و ملا، رژیم اینترنشنال، بی بی سی، اینا رو نگاه کنید، اینا مجریاشون یا برنامه سازاشون فسیل های 57 نیستن. اون لنگ همومی هایی که تو تلویزیون های فکستانی لس آنجلسی این به اون قرض میداد اون به این قرض میداد نیستن، آدم های جدید، اتفاقا اکثرشون هم از خانم ها استفاده شده، آدم های بزک شده، برای اینکه ذهن جامعه رو یا نگاه جامعه رو دوباره از فضای مجازی بکشن بیرون، گفت کنن به این رسانه ها که چی بشه؟ که تهش بشه سبزی پلو با ماهی، که دیدید اتفاقا هم افتاد. اشتباه میهن پرستان در داخل ایران نگاهشون به فعال سیاسیه. ما باید برگردونیم نگاه رو به خودمون که مبارز سیاسی، مبارز براندازی. نمیدونم تونستم این بحث رو به قول معروف اونجوری که باید توضیح بدم یا نه. حالا سرباز برانداز در داخل ایران چی نیاز داره؟ به چه چیزی احتیاج داره؟ چه چیزهایی رو میخواد؟ فعال سیاسی اینو به شما نمیده، اصلا براش مهم نیست، اصلا براش مهم نیست. چند نفر تو ایران کشته میشن؟ مهم نیست. چند نفر بازداشت میشن؟ مهم نیست. مردم سرخورده میشن؟ مهم نیست. مردم ناامید میشن؟ مهم نیست. فعال سیاسی براش منافع خودش مهمه. این که من برم در تلویزیون اینترنشنال بشینم هر 3 دقیقه 400 دلار پول بگیرم، این برای فعال سیاسی مهمه. این که من برم از اینجا، از هلند، مثل یارو میترا جشنی آدم فروش، از هلند بلیط هواپیما بهم بدن برم لندن تو استودیو رژیم اینترنشنال بشینم و این هزینه مسافرت من بشه 5000 پوند که رژیم اینترنشنال به من بده، برای فعال سیاسی مثل میترا جشنی 5000 پوند مهمه، نه رویا و الناز و محسن و امیری که هنوز تو زندان‌های جمهوری اسلامی هست. متوجه شدید فرق فعال و سرباز؟
حالا سرباز چی میخواد؟ ما اتفاقا اومدیم چون ما هم سربازیم، ما فعال سیاسی نیستیم، ما سربازیم. میگیم من سرباز توی میدان چه چیزهایی رو احتیاج دارم؟ من سرباز احتیاج دارم وقتی میخوام بیام توی خیابان دستم پر باشه. نمیگم کلاشینکوف دستم باشه، نمیگم جسد دستم باشه، میگم دستم باید پر باشه. حالا این پر بودن دست شما، شما میتونه کارت با 4 تا یا 5 تا کوکتل مولوتوف میتونی یک حرکت بی نظیر بزنی. من سرباز داخل ایران با 5 تا کوکتل میتونم یک حرکت بی نظیر بزنم. خب حالا من میخوام این کوکتل رو تهیه کنم، نگاه میکنم میبینم پول ندارم، نگاه میکنم میبینم نمیتونم 5 تا کوکتل رو درست کنم، پس من سرباز تنهام دیگه. حالا 2500 تا فعال سیاسی تو خارج از کشور تو این رسانه ها هر روز برای شما نطق کنن، مهم نیست، اصلا به درد نمیخوره. به درد شما 200000 تومان پول میخوره که این 200000 تومان رو بتونی باش 10 تا کوکتل درست کنی. این به درد سرباز میخوره، اون 200000 تومانه به درد سرباز میخوره که 10 تا کوکتل باش درست کنه، یا نه بره با اون 200000 تومان دو تا ابزار بخره بذاره زیر لباسش که اگر اراذل و باشه جمهوری اسلامی اومدن طرفش با اون ابزارها همچین بزنه یارو رو که دیگه بلند نشه. پس برای یک سرباز، سرباز برانداز، حمایت لازمه. یکیش میشه بحث مالی، یکی دیگهش میشه چی؟ بحث حمایت معنوی و حمایت واقعی. یعنی چی حمایت واقعی؟ یعنی این که اگر من سرباز رفتم توی خیابون فریادم و زدم، رستاخیزم و انجام دادم، وظیفه انسانی و ملی خودم رو انجام دادم، آسیب دیدم، حالا من آسیب دیدم، خب من دوتا بچه دارم، همسرم هست، کرایه خونه دارم، خرج خونه دارم، هزینه تحصیل بچه هام رو دارم، الان نمیتونم برم سر کار چون آسیب دیدم. فعال سیاسیه به دردت نمیخوره، میهم میهم اون به دردت نمیخوره. کی به دردت میخوره؟ مبارز سیاسی. کدوم مبارز؟ اون که میاد برنامه ریزی میکنه، میاد میگه هم میهنان شما باید از بچه هایی که توی خیابان میروند حمایت کنید، حمایتتونم به حرف نه، به عمل. کی این کارو میکنه؟ نور شاهی، طرح نور شاهی میکنه که کرده ها، نور شاهی این کارو کرده، تو خیلی از شهرهای ایران هم کرده. اون جوون آسیب دیده، ضربه خورده، بیمارستان نمیتونه بره، تو خونه است، هزینه زندگی روی زمینه چون نمیتونه هزینه زندگی رو تقبل کنه. بچه پولدارم که نیست، چون بچه پولدارا همشون تو شمال شهر تهران دارن دور دور میکنن با پورش و لامبورگینی و همساله هم، یا اون یکم پولداراشون یا تو ترکیه و کانادا و اروپا و انگلستان و همساله هم دارن اشغال میکنن. پس اونی که اومده توی خیابون بچه پولدار نیست، ایرانی هست که از منافع ملیش طرد شده توسط ان ایرانیان. خب من یک جوونم، الان رفتم تو خیابون، زخمی شدم، آسیب دیدم، اومدم تو خونه، عمه و خاله و دایی و زنمو و پسرمو هزینه کردن، من عمل جراحیامو انجام دادم، الان دیگه از نظر بهداشتی مسائلم حل شده، اما از نظر کارایی نمیتونم هنوز کار کنم. 4 ماه گذشته، 4 میلیون اجاره خونه اومده روش، 4 ماه گذشته، 4 تا هزینه مدرسه بچه هم اومده، 4 ماه گذشته، 4 تا هیچی ندارم تو خونم بذارم جلوی زن و بچه هم. همه این هزینه ها رو حساب کنید، 4 ماه یک جوونی که از کار افتاده باشه نزدیک 100-150 میلیون 200 میلیون هزینهش میشه. مبارز سیاسی چی میگه؟
میگه وظیفه پدر مادرها مخصوصا 57ها، بازاری ها، بیزینسمن ها اینه که این هزینه ها رو تقبل کنن. میاد شبکه سازی میکنه، میاد جریان سازی میکنه، کاری که نور شاهی داره انجام میده. شما به من بگید کدام یکی از این آدم هایی که در این رسانه ها هستن، چه اونایی که فعال سیاسی هن، چه اونایی که بقال سیاسی هن، کدوماشون تا حالا یک همچین موارده به این مهمی رو اصلا مطرح کردن چه برسی که بخوام بهش عمل کنن؟ خیلی از این دوستانی که اینجا هستن تو همه کانال ها میرن، تو همه لایف ها هم میرن، همه جا سرک میکشن. میشه بگید کدوم جریان تا حالا روی این بخش کار کرده؟ نکردن دوستان، چون هدف اینها سرنگونی جمهوری اسلامی نیست و نبوده. هدف اینها منافع خودشونه. بودن جمهوری اسلامی یعنی بودن رسانه ها، بودن رسانه ها یعنی بودن فعالین سیاسی. منافع جمهوری اسلامی یعنی منافع رسانه ها، منافع رسانه ها یعنی منافع فعالان سیاسی. که چی بشه؟ که توی این چرخه باطل پیمپونگای سیاسی انجام بشه و اون جوون و اون مردمی که میان توی خیابون نتونن موفق باشن. به همین سادگی. حالا اون کسی که میاد $1,000,000 نمیدونم $200,000 $500,000 هر چقدر از این جریان های مافیایی پول میگیره که بیاد حزب بزنه، اگر شرف داشته باشه که نداره، باید بیاد این $200,000 رو یا $500,000 رو یا حتی $20,000 رو بیاد در داخل ایران شبکه سازی کنه. توی هر شهری 5 تا هم میهن رو پیدا کنه، بگه خب شما میرید میگردید توی محله ها، توی کوچه ها، ببینید خانواده هایی که آسیب دیدن کیان، اینا رو شناسایی کنید. هر ماه یا هر بار یا یک بار در به قول معروف برای همیشه ما میتونیم این خانواده ها رو یک حمایت کوچیکی انجام بدیم ازشون. یک بار یک حمایت. این در مورد خانواده هاست که میشه توی هر شهری این کار رو انجام، ما داریم انجام میدیم، نور شاهی داره انجام میده. درسته اون بودجه های $100,000 و $200,000 و $10,000 و $5,000 گیر ماها نمیاد، چون اگر بیاد که اصلا قانون خدا عوض میشه، آسمون به زمین میاد، زمین به آسمون میره. من منظورم با اون احزابیه یا اون افرادیه که میگن ما حزب داریم، مثل همین حجت الله لاشی. شما فکر کنید حجت الله لاشی چقدر پول گرفته یا چقدر پول پشتشه؟ کسی که با این قدرت میاد میشینه اونجوری صحبت میکنه قطعا چپش پره و پره و پره، از نظر مالی چپشون پره. ولی اینها به فکر مردم نیستن، اینها به فکر اینن از اوضاع الان مردم و اوضاع بین المللی بیان سوء استفاده کنن به نفع جمهوری اسلامی، سر پادشاهی ایران رو بزنن، ایران فدرال رو بچپونن تو پاچه مردم. اینا دنبال اینا. نه من نمیفهمم راجب دوستم نشرا اطلاعات شخصی نپرسید. نه از من هرچی هر چیزی بخواد بپرسه بپرسه، من مشکل ندارم. حالا پس برای اینکه اون مبارزه در میدان احساس امنیت بکنه، احساس حمایت بکنه، وظیفه ماهایی که مدعی سرباز برانداز هستیم یا سربازان ایران هستیم اینه که بتونیم این شبکه رو اولا گسترشش بدیم، دوما قدرتمندش کنیم. در نگاه کلیتر اسمش میشه ارتش سری که قبلا در موردش توضیح دادیم. ارتش سری کاریه که مردم اروپا در زمان حمله آلمان نازی به کشوراشون اومدن ارتش سری درست کردن. توی این ارتش سری مردشور بود، مردشور، مردشور توی این ارتش سری بود، نونوا بود، کشاورز بود، رفتگر بود،
چوپون بود، دکتر بود، خلبان بود، مهندس بود، معلم بود، دانش آموز بود، همه چیز بود. یعنی یک شبکه‌ای درست شده بود توسط مردم به صورت خودجوش که از دید آلمان نازی با اون اطلاعات قویش پنهان مونده بود. پنهان مونده بود. درود بر شما. ما باید یک همچین ارتشی رو درست کنیم. الان چند شبه که ما راجع به این، یکی از این دوستانم همین الان پیام گذاشته بود برای من که متاسفانه چون به خاطر این آقای حجت الله لاشی خیلی وقتمون گرفته شد، چه توی توییتر، چه توی فیسبوک، چه توی اینجا و چه توی بحثایی که با دوستان انجام میدادیم، اصلا نرسیدیم توی این دو سه روزه به کارامون برسیم. چند تا از دوستانم هدیه‌هاشون آماده است، فرصت نکردیم که شماره حسابای همینان رو بررسی کنیم بهشون بدیم که کار انجام بشه. اینا فقط دلیلش همین بود که حالا سعی میکنیم از امشب به بعد یا از فردا دوباره برگردیم روی روال عادی کار خودمون. ما باید این ارتش سری رو قدرت مکنیم. ارتش سری نیاز به یک روح داره. یعنی این ساز و کار، آدم هایی که تو شهرهای مختلف هستن وقتی میان میگن توانایی من اینه، حالا نیاز به یک روح داره. این روح از نظر مالی حمایتش میکنه که اون نور شاهی این کار رو انجام میده. یعنی نور شاهی روح ارتش سری میشه. ما خیلی از مسائل رو مقابل دوربین توی لایف نمیگیم دوستان و نباید هم بگیم. خیلی اتفاقاتی که رقم خورده رو نمیگیم، نباید بگیم. اما مطمئن باشید انقدر قشنگ و دقیق داره این کار پیش میره. یه خانواده‌ای بود چند وقت پیش، یه عمیانی اومد صحبت کرد و فلان، یه هدیه هایی بهشون تعلق گرفت. همین خانواده رفت 4 تا کار بسیار بسیار مثبت انجام داد برای اینکه جبران این هدیه رو بکنه. خب خیلی قشنگه وقتی میبینن شما مردم کنارشون هستید، دروغ نمیگید، شعار نیستید، عمل میکنید، اونها هم هرچه از توانشون بر بیاد برای مسیر مبارزه انجام میدن و انجام دادن. این میشه یک ارتباط دو طرفه و همدیگر رو پیدا کردن. حالا توی این پیدا کردن ها وقتی همه این پازل ها رو کنار همدیگه بذاری، اون ارتش سریه در اندازه خودمون شکل گرفته. منتها برای اینکه کمک بشه به این ارتش سری یا به اون نور شاهی، هم میهنان باید بیان اعلام آمادگی کنن. باید بیان بگن آقا ما میتونیم، ما 100,000 تومان، 200,000 تومان هفته نمیدونم، یا یک بار 50,000 تومان، 1,000,000 تومان، 5,000,000 تومان میتونیم هدیه بدیم که ما بتونیم توی این ارتش سری از منابع نور شاهی که دست شماست، دست ما هم نیست، قرارم نیست بیاد، بتونیم استفاده کنیم برای تشکیلاتی کردن ارتش سری. اینا رو دارم خیلی سروسته میگم چون میدونم عرضه رو باش جمهوری اسلامی هم این لایو رو تماشا میکنم. امیدوارم دوستان نکاتی که باید بگیرن رو بگیرن. هرچند عرضه رو باش جمهوری اسلامی خودشون هم جر بدن نمیتونن بفهمن که رستاخیز سیمرغ چیکار داره میکنه باشون، خبر ندارن. بنابراین منتظر این هستیم که حضور شما در طرح نور شاهی دو طرف فرق نمیکنه، چه اون خانواده‌ای که نیازمنده، چه اون خانواده یا شخصی که میخواد هدیه بده، جفت این حضورها برامون مهمه. هر دو طرف برامون مهمه. امیدوارم حضور اونجا بیشتر بشه. در مورد کارهایی که چند شب پیشم صحبت کردم در موردش، هم میهنانی هستن، کسانی که بیماری های به قول معروف مثل سرطان و امثال هم دارن که نمیتونن هزینه درمانشون رو تأمین کنن، میتونید به ما پیام بدید، ما هماهنگتون میکنیم، هم میهنانی میان کاراتون رو انجام میدن، شما رو تحت پوشش قرار میدن، حتی هزینه خرید داروهای شما رو میدن. دیگه از این بهتر چی میخواید؟ روند بهبود شما رو هم تو کنترل خودشون میگیرن تا اونجایی که بشه این کار انجام میشه. اگر کسی رو میشناسید بیماری
سخت داره، فقیره، نمیتونه هزینه کنه برای درمانش، به ما معرفی کنید تا ما این کار رو انجام بدیم. ببین چقدر قشنگ میتونیم ما کار انجام بدیم. ما مردم ایران منظورمه، نه ما، و ما چقدر مردم خوبی هستیم. شما اگر یک بیمار سرطانی رو بخواییم مداوا کنی یا مراحل مراحل درمان بیماریش رو اگه بخوای در نظر بگیری، اگر در ایران بخوای هزینه کنی، من فکر نمی کنم کمتر از 700-800 میلیون هزینه برداره. فکر نمی کنم کمتر برداره، تازه اگر داروهاش گیرت بیاد. حالا ببین این هم میهنان چقدر از خود گذشتن که میگن ما همه این هزینه ها رو تقبل میکنیم. نور شاهی و ارتش سری یک همچین جریان هایی رو جذب خودش کرده. ببینید تا کجا و قدرت تا کجاست. منتها باید قدرتمندتر از اینی که هست بشه. باید بیاید اعلام آمادگی کن. اگر توانایی دارید، آقا من پیک موتوری هم، آقا نمیدونم من نگهبان فلان پارکم، آقا من فلانم، هر کاری که میتونید انجام بدید رو میتونید به ما اعلام کنید. ما توی اون نقشه‌ای که داریم در مورد طرح در مورد ارتش سری، جایگاه شما رو مشخص میکنیم که روزی که قرار باشه شما کاری رو انجام بدی به شما خبر داده میشه و شما اون کار رو انجام میدی. حالا این کار میتونه حفظ هم میهنان در داخل خیابون باشه، میتونه برای پروژه های مبارزاتی باشه، میتونه برای کارهای انسان دوستانه باشه، میتونه برای هر چیزی ازش استفاده بشه. مهم اینه که شما هستی که کار انجام بدی، وظیفت رو در مقابل کشورت انجام بدی. مهم اینه که از اون بخش خاکستریه کنده بشی بیای بیرون. ما این کار رو داریم میکنیم، احساس مسئولیت بکنیم. امیدوارم دوستان اعلام آمادگی کنن، پیام بدن که بتونیم طرح نور شاهی و ارتش سری رو جلو ببریم. ببین آقای دوست عزیزم، چرا گول میخورن؟ بهت بگم اونایی هم که دوربر مولوی عبدالحمید و امثال هم هستن، بجز اون حلقه اول و دوم و سوم که حلقای امنیتی هستن و ماموران امنیتی هستن در لباس اون مردمان، بقیه آدم هایی هستن که میان اونجا که صدای اعتراضشون شنیده بشه، مخصوصا در این چند وقت اخیر در مثلا زاهدان. خیلی از اونایی که میان نه به اسلام اعتقاد دارن، نه به مولوی اعتقاد دارن، نه به چیزی، میان توی اون جمعیت که صداشون رسیده بشه، فریادشون شنیده بشه. ولی من اینو به شما بگم، هنوز هم هستن بخشی از جامعه سنتی ما، طرف 60 ساله، 70 ساله، مثلا فرض کن 75 ساله، نماز خونده، روزه گرفته، نمیدونم خمس داده، زکات داده، حالا میگه من 3 سال دیگه، 4 سال دیگه، 5 سال دیگه قراره بمیرم، این آخر کاری بیا خرابش نکنم. از دید خودشا میگه من که 70 ساله دادم، خوردم، کشیدم، حالا برای این 4-5 سال آخر دیگه میترسم خرابش کنم. هستن این آدم ها و اینا متاسفانه دوربر ایشون و امثال ایشون هنوز هستن. ایرادم نمیتونیم بهشون بگیریم، خوردم نمیتونیم بگیریم، محکومشون هم نمیتونیم بکنیم، چون گفتم 70 سال این کار رو انجام دادن. میگه من 5 سال دیگه، فوقش 8 سال دیگه، 10 سال دیگه زنده‌ام، پس این آخر عمری رو خرابش نکنم، بذار به همون شکل خودم برم. یعنی اینم هست، اینم تو منطقشون هست. اتفاقا از همونا میتونی استفاده کنی برای ارتش سری، از همونا میتونی استفاده کنی برای نور شاهی، منتها به شرطی که بری باشون صحبت کنی، بکشی بیاریشون، یا اگرم نیومدن سهم انقلاب رو ازشون بگیرید، سهم انقلاب رو بگیرید که بتونید توی اون طرح نور شاهی یا ارتش سری از اون پول استفاده کنید برای پیشبرد هدف ملی، هدف ملی کشورمون. خیلی کارهای قشنگی میشه توی این مسیر انجام. به هر روی دوستان، من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که فردا همیهنانی که در سرندش هستن یا شهرهای اطراف هستن، حتما به روستای حسن‌آباد، آرامگاه روستا برید، مراسم 40 جاوید نام هومن عبداللهیه، حتما شرکت کنید
و تلاش کنید اگر به قول معروف اوضاع رفت به اون سو، شعارهای ایرانگرایانه رضا شاه روحت شاد. ببینید یک رضا شاه روحت شاد از سنندجی که اومد ژن ژیان پهلوی رو انداخت سر زبون که بعد اینا کردنش ژن ژیان آزادی، یک رضا شاه روحت شاد از سنندج توی این شرایط بیاد بیرون، خیلی ها ماسا کیسه میشه، خیلی ماسا کیسه میشه. بنابراین اگر فردا رفتین در آرامگاه هومن عبداللهی، حتما سعی کنید شعارهای ایران پرستانه، شعارهای ایران گرایانه، مخصوصا رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه، بگو برگرد شاه و امثال هم رو سر بدید، ویدیو بگیرید و ویدیوهاشو برای ما هم بفرستید یا ما هم بتونیم ویدیو رو پخش کنیم. به هر روی سپاسگزارم از همه دوستان. فردا شب فکر میکنم مصاحبه رضا شاه دوم با شبکه من و ملاست. احتمالا ما این مصاحبه رو به صورت لایو از برگه رستاخیز پخش کنیم، اگرم نشد به صورت لایو حتما دانلودش میکنیم و توی برگه میذاریمش. احتمالا مصاحبه بسیار بسیار مهم و حیاتی خواهد بود و نکات بسیار کلیدی درش حتما نهفته است. به هر روی سپاسگزارم از همه دوستان. پاینده ایران جاوید شاه، یادتون نره آبان 98 رو باید زنده کنیم. یکی واسه من نوشته بود توی همین کامنت ها، خودتو چیکار کردی به جز اومدی میگی آبان 98 رو زنده کنید، آبان 98 رو زنده کنید، چه کار عملی انجام دادی؟ من فقط واسه نوشتم برو 13 سال تلاش رستاخیز سیمرغ رو ببین، ببین چه کارهایی انجام دادیم، بعد بیا تا بگم که چیکار باید بکنیم. اما این کد آبان 98 رو زنده کنیم خیلی کد مهمیه. وقتی آبان 98 زنده بشه اون وقت میفهمید این جمله و این گفتار چرا اینقدر تکرار میشه که آبان 98 رو زنده کنید. خیلی مهم آبان 98. برای دوستان سپاسگزارم از همه عزیزان. پاینده ایران جاوید شاه و بدرود دوستان.